با سلام خدمت شما دوستان گرامی، تا به امروز ما به معرفی حوزه‌های پرورشی که سوددهی کوتاه مدت داشتن پرداختیم. شاخه‌هایی مثل پرورش گوسفند چندقلوزا، مرغ بوقلمون، و قصد داریم که طی ایام پیش رو ما شاخه‌های دیگه‌ای رو هم تحت پوشش تیم مینی سالن به شما دوستان معرفی کنیم. علت هم اینه که شما عزیزانی که مخاطب صحبت‌های ما هستین از لحاظ شرایط و موقعیت بسیار متفاوت از هم هستید. برخی از شما دوستان ترجیح و اولویتتون این هست که استارت کارتون بخواد در اشل کوچیک و حتی در آپارتمان خودتون در مرکز شهر باشه و به دنبال شاخه‌ای هستین که بخواد متناسب با شرایط شما قابل اجرا باشه. دسته بعدی دوستانی هستن که حاضرن صبر بیشتری کنن و زمان بیشتری بذارید، اما مهم براتون سوددهی بیشتر کار هست و وابستگی به درآمدزایی کار برای امروز خودتون ندارید. و گروه بعدی هم دوستانی هستید که ترجیحتون این هست که کسب و کار رو راه اندازی کنید در حوزه پرورش که پاره وقت و فصلی باشه و نیاز نباشه که تمام سال رو بخواید اختصاص به اون کار بدید، بلکه چند روز یا چند ماهی از سال رو بخواید مشغول به این کار باشید. و دسته آخر هم دوستانی هستید که سرمایه زیادی ندارید اما از طرفی در سازمان‌ها ادارات مرتبط مستقر هستین و از روابط اداری خوبی برخوردارید و یا اینکه از پیگیری‌های اداری خوبی بهره‌مند هستین و می‌خواید متناسب با ارتباطاتی که دارید از فرصت‌هایی که هست در این راستا استفاده کنید. در همین راستا ما سه دسته کسب و کار حوزه پرورش رو در ویدیوهای آینده خدمتتون معرفی خواهیم کرد که همه‌شون هم تحت کوشش کامل تیم تحقیقاتی مینی سالن هستن. دسته اول کسب و کارهایی هستن که شما بتونید در مقیاس کوچک و برای استارت کار اونها رو حتی در مرکز یک شهر و حتی در آپارتمان خودتون رو اندازی کنید که در این زمینه ما شاخه پرورش ماهیان زینتی از گونه های خاص رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد که تحت پوشش کامل تیم مینی سالن هم میتونید این کار رو شروع کنید که شامل خرید تضمینی هم میشه. دسته دوم کسب و کارهای فصلی هستن که در این زمینه ما بحث پرورش زعفران رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد که این شاخه هم مثل بقیه شاخه ها شامل حمایت 0 تا 100 ما خواهد شد، حتی شامل حمایت های در اختیار گذاشتن زیرساخت هایی مثل زمین و دانش فنی. دسته سوم هم اون دسته از شاخه هایی هستن که میان مدت هستن، یعنی شما به جای چند ماه نیازه که 2 سال الی 5 سال روی این شاخه ها زمان بذارید که در این دسته ما بحث پرورش کرم ابریشم و احداث نهالستان به عنوان یک پکیج رو خدمت و معرفی خواهیم کرد و نه اون کسب کار سنتی پرورش کرم ابریشم که این حوزه به طور میانگین 2 سال تا 5 سال نیاز به زمان هست که در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. همچنین بحث جنگل کاری و بحث کاشت نهال با نیت تولید چوب هست که این دو مورد، یعنی بحث پرورش کرم ابریشم و بحث جنگل کاری، از مواردی هستن که میان مدت هستن اما فرصت های بسیار ویژه‌ای درشون نهفته است که ما در ویدیوهای آینده در مورد تک تک این حوزه ها به طور مفصل تری صحبت خواهیم کرد.